آتش‌بسی دو هفته‌ای به موازات این وضعیت رقت‌انگیز در یمن. اقدامی یک طرفه از سوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که از اولین ساعت پنجشنبه شروع شده. طرف مقابل شبه نظامیان انصارالله حوثی یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند هم با شروطی از این اقدام استقبال کردند. به گفته ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف، آتش بس که ممکنه ادامه هم پیدا کنه برای مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا در یمن. کشوری که 5 سال صحنه یک جنگ نیابتی خونین بین نیروهای تحت حمایت تهران و ریاضه. شاید این آتش بس رو بشه تنها وجه مثبت کرونا برای این مردم مصیبت کشیده دونست. از پاسخ مثبت ریاض به فراخوان دبیر کل سازمان ملل برای برقراری صلح در یمن، نماینده ویژش مارتین گریفیتس هم استقبال کرده. هر دو طرف درگیر قراره در یک تلکنفرانس جزئیات بیشتر آتش بس رو که در هر سه موضع هوایی، دریایی و زمینی اجرا میشه گفتگو کنن. محمد علی الحوثی رهبر گروه شبه نظامی انصارالله یمن در حساب توییترش از ارسال این سند به سازمان ملل نوشته که در اون بر توقف همیشگی و نهایی جنگ و پایان محاصره کامل یمن تاکید کرده. اقدامی که زمینه اون مدتی در ریاض کلید خورده و سازمان ملل هم بعد از استقبال حوثی‌ها اعلام کرده مراحل و سازوکارهای اجرایی اون رو مدیریت و برقرار خواهد کرد. با توجه به فقر بهداشتی، دارویی و تجهیزات بیمارستانی، تعداد قربانیان شیوع بیماری کووید 19 در یمن چندین برابر میانگین جهانی پیش بینی شده. فاجعه ای انسانی برای مردمی که تا همینجا هم بر سر توسعه طلبی مقامات تهران بیش از 250 هزار نفرشون سوای درگیری های نظامی به دلیل فقر و کمبود دارو و غذا کشته شدن. ریاض آتش‌بس حاضر رو گام اول برای جلب اعتماد و شروع گفتگو بین طرف‌های یمنی و دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای یمن دونسته. بهت یوسفی، اتاق خبر.